آنچه که ما را ما ایرانیان را به هم پیوند می دهد ایرانی بودن ما، و آنچه که ما را به انسانهای دیگر در برای مرز کشور ایران به هم پیوند می دهد انسانیت ماست. آنچه را که ما از نظر فرهنگ ملی در اعصار و قرون داشته ایم موجب مباهات ماست، و اگر ما این هویت ملی را از دست بدهیم همه چیز خود را از دست داده ایم. آنچه که در مملکت ما می گذرد یک بازگشت به قرون وسطا. اگر آنهایی که به تکنولوژی و فرهنگ غرب ایراد می گیرند، اگر این افراد واقعا از این فرهنگ و این تکنولوژی بیزارند، بهترین بود که به جای گرفتن تیاره و به ایران آمدن سوار الاغ و اسب و استر می آمدند. مقصود این است که ما به تکنولوژی غرب نزدیک نشویم. مقصود این است که ما بتوانیم با همان افکار 400 سال غرب در یک دنیای منابع طبیعی خودمون را بدهیم، و به هیچ صورت وقتی که این منابع تمام شد جز مشتی فقیر و بیچاره نمانیم. این است که میگویند غرب بد است، غرب چنین است، نباید به سبک غرب رفت، در صورتی که آنچه که مسلم است پول این مملکت را خود این رهبران جدید بیش از رهبران قدیم به سرعت از ایران خارج می کنند. سیاست بین المللی ما سیاست صلح و صفا با تمام ملت مربوط به ما نیست که فلان دولت با فلان دولت یا فلان فرقه با فلان فرقه سر عناد و جنگ دارند. ما باید با همه به چشم برابری و برادری نگاه کنیم، و اگر نمی توانیم افکار مختلف را به هم نزدیک کنیم میان آنها تفرقه نیندازیم. آنچرا که اکنون این رژیم صفاک خونخوار ضد انسانی رایج کرده این است که نیمی از ملت ایران یعنی زنان ایران باید در قید اسارت نیم دیگر باشند، و کشور هم روز به روز از نظر ترقی علمی و تکنولوژی راکت مانده یا به عقب برود، به طوری تمام قوای ارتجاعی مملکت بتوانند اون چرا که هنوز از ثروت خداداد ما مونده به رایگان ببرند، و در اختناق و در خفقانی که ایجاد کردند کسی را آرای اعتراض نباشد. سابقا وقتی که ما نعره می زدیم آزادی می خواهیم و استقلال، عده‌ای اعتراض داشتم. حالا اگر کسی صحبت از آزادی کرد چماق تکفیر و دینی را بلند می کنند. ما از دو چیز می نالیم. اول از نداشتن آزادی، دوم از فساد در مملکت. حالا آزادی را نداریم، فساد را هم به حد اکثر داریم، ولی تاریخ ثبت خواهد کرد که مسئله‌ای که امروز بلایی که امروز در ایران است به صورت یک قائله یا به صورت یک فتنه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. ایران زنده و جاویدان از این اوضاع بیرون خواهد آمد و سربلند خواهد بود. ولی من نمی‌دانم اونهایی که خود را روحانی و حامی اسلام می‌دانند چگونه برای دنیا و تاریخ آینده این گونه اسلام را توجیه خواهند کرد. امنیت کشور باید بیدرنگ و پس از رفع قائله خمینی استوار گردد. ارتش ایران که جزء لاینفک و مرکب از بهترین افراد این کشور است باید
مایه سربلندی همه ما باشد. من به افسران و به درجه داران میگویم شما سوگند یاد کرده اید که جز به پرچم سرنگ موجودیت و وحدت ایران هیچ اقدامی نکنید و نگذارید که به دستور مشتی بی وطن و ضد ایرانی افتخار تابعیت بیگانگان را هم دارند مملکت ما هر روز دست خوش هرج و مرج و بلایای متفاوت شود. ما باید هر چه که داریم دست به دست هم بدهیم و دست رد به سینه هیچ ایرانی نزنیم. اون چرا که میخواهند ما بین ما نفاق بگذارند اون افرادی هستند که مایلند این ایران ما ترقی نکند یا ماهیت و واقعیت خود را از دست بدهد. اون چه که مسلم است ایران حمله عرب داشت، فتنه مغول داشت، حمله افغانها را داشت. تمام اینها را ژنی و استعداد و فرهنگ ملی ما مزمل یا جذب کرد. فتنه خمینی هم حتما روزی به همین سرنوشت گرفتار خواهد شد. اون چه که من میخواهم بگویم نسبت به سهم خود من است. من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی ایران ما هم جنگید. و از شما میخواهم که در این نبرد مرا یاری دهید، که مرا تنها نگذارید. من در شرایطی که خود میدانید هر کس تسلیم شد تسلیم نشدم، نه امروز، نه فردا، نه هیچ وقت.